سرزمین باستانی خالم بنابر موقعیت ویژه جغرافیایی از لحاظ اقتصادی یکی از مراکز عمده فعالیت و کار بازرگانی کاروانی بین آسیای مرکزی و شبه قاره هند، سینکیانگ و چین بود، جایی که از آران محموله بار اشتر از تولیدات صنعتی و کم نظیر از وادیای اندوس، سینکیانگ و چین به بخارا و سمرقند و برعکس آن انتقال داده می شد. همچنان خالم در خط سیر شارای بزرگ ابریشم نقش ویژه خود را داشته است. کاروانهای بزرگ ابریشم از زمین حوزه عبور و به کشورهای دیگر تردد داشتند. بنابران خالم از زمان باستان مرکز بازرگانی منطقه بین سلسله کوههای هندوکش و دریای آمو بوده است که بنابر رونق ویژه بازارهای تجارتی خیش نقش میوری را در این حوزه بازی نموده است. چنانچه ساختمانهای اضافی، خزانه، آجیخانه، گمرک، گدامها و موجودیت کاروانسرایها در خالم همزمان با فعالیت مراکز عمده تجارتی پشاور و سمرقند خود نشان دهنده اهمیت اقتصادی خالم در آن سالیان بوده است. بنابر آن اوضاع معیشتی و سطح زندگی باشندگان آن اطمینان بخش و مؤسسات تجارتی و شرکت های صنعتی در آن فعالیت بی سابقه داشتند. دکتر عبدالحسین سعیدیان در کتاب شهرهای جهان شهرهای بلند آوازه که دنیا را تغییر دادند چنین می نویسد: اهمیت داد و ستود بیشتر سفرنامه های قرن 19 تاشقرغان را محل تقاطع راه ها و مسیر کاروان تجارتی، راه های دور و بازار آن را مرکز پر اهمیت داد و ستود دانستند. در این محل جاده های اصلی کاروان رو هند، کابل، بخارا و جاده های فرهی بلخ، بدخشان و سینکیانگ یکدیگر را ملاقات می کردند. بدین سبب رونق تجارتی شهر وابسته به این مسیرها بود. همچنان در کتاب بلخ در سده های تاریخ در صفحه 62 و 63 راجع به خالم چنین نگاشته شده است: خالم نیز از جمله بلاد بلخ به شمار می رود که در قرون وسطی موقعیت اساسی داشته است، زیرا در سر شارای تجارتی بلخ، هند، تخارستان و بدخشان قرار گرفته بود. بازرگانان جهت عرضه اقلام مهم تجارتی خود به بازارهای بلخ و شهرهای دیگر، شهرهای ماورا و نر و خوارز از خالم ناگزیر بودند که عبور کنند. خالم بنابر موقعیت اساس خود راه‌های مهم ارتباطی را به نقره پنجیر یا پنجشیر، پنجیر یعنی پنجشیر امروزی، اشیای صنعتی هند، لاجورد و غیره، عناصر و منرال‌های معدنی بدخشان، بامیان و تخارستان را در بر می‌گرفت. ربات میله در ساحه خالم در ساحل جنوبی رود جیهون بنا یافته بود که این قسمت رود جیهون پر اهمیت ترین معبر تجارتی را به بلاد خوتن تشکیل می داد. صنایع دستی خالم از قبیل بافندگی، دباغی، معماری، نجاری، آهنگری، مسگری، زرگری، کفشدوزی، کلالی، چرمگری وجود داشته و رونق خوبی داشت. خصوصا صنعت دباغی و چرمگری عایز اهمیت بسزای داشته است، چنانچه به پیمانه زیاد محصولات پخته آن در مرکز کابل و ولایات دیگر وارد و به استهلاک می رسید. از چرمگران مشهور خالم آجی حیدر چرمگر، آجی قنبر چرمگر، آجی حمیر چرمگر، تاش فولاد بای،
قربان مله، آجی سیف و آجی صوفی عزیز خان را میتوان نام برد. همچنان صنعت بافندگی، علچه بافی، کرباس بافی، خازه مداری بافی، دستپاک بافی، فرنجی بافی و غیره شهرت شایان داشته است. چنانچه رسته های در بازار سرپوشیده خلم به نام رسته کرباس فروشی وجود داشت که این خود در رشد و انکشاف صنعت بافندگی دلالت می کند. صنایع دستی خلم از حیث نفاست، استحکام و دوام بازار خوبی داشت. از بافندگان و جولاهای مشهور خلم استاد صوفی رجب، ملا شادولا، ماما ایوب، استاد قربان از گذر کونه بازار، ملا عبادالله، آجی ابرو، ملا غنی، استاد غلام زخی و ملا محمد نبی از گذر سرت بالا و صوفی بابا میر از گذر تحت تاق را می توان نام برد. امین گونه کشف دوزی از رفعای شریف این شهرستان می باشد که رونق خوبی که از رونق خوبی برخوردار بوده است. انواع پاپوش ها و کفش های سنتی که احتیاج اهالی را مرفوع می سازد توسط کفش دوزان ماهر خالم تهیه و در بازار عرضه می شده است. از جمله کفش های کیموخت، پیزار زری، ویژه بانوان، چستک چموز، چاروق، مسی، پیزار چرمی، سلیپر و غیره که شهرت خوبی دارند قابل یادآوری می باشد که تقریبا تمام پاپوش های مورد نیاز اهالی توسط کفش دوزان با استعداد خالم تهیه می گردید که از افتخارات مویر و مردم ما پنداشته می شود. از بددوزان و کفش دوزان ماهر خالم احمد شا کلانتر، بددوزان استاد سکندر، عبدالقهار، اسحاق، حسن، غفار، ناصر، نادر، عبدالفتا و استا عبدالرحیم چستکدوز را میتوان نام گرفت. علاوتاً صنعت مسگری یکی دیگر از رفعای باستانی مردم خلم است که در محیط ما از حسن شهرت برخوردار است. رسته مخصوصی به نام مسگری در بازار شهر اختصاص یافته است. به صورت قیچی پوش با چوب آی ارچه پوشانده شده که نمای خاص داشته است. رسته صنعتکاران ماهر و چیره دست خالم که هر کدام در رشته خود بی نظیرند و فعالیت مصروفند. چای جوش، سماوار برنجی، نیکولایی، سماوار مسی وطنی، جام آبخوری، غوری های نانخوری مسی، انواع آفتاب لگن و من جمله آفتاب لگن ساخت روسی، آفتاب لگن جرمنی ساخت، آفتاب لگن اورگنجی ساخت، آفتاب لگن لاهوری ساخت از ظرافتکاری های این استادان ماهر است که نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج مملکت نیز بازار خرید و فروش داشته است. عده ای از موزیم های جهان مصنوعات مسی و برنجی مسگران چیره دست خلم را با عنوان آثار ظریفه در موزه های خود افس و نگهداری می نمایند. چنانچه قرار حکایت آجی شراف الله عزتی یک تن از معارف خلم در سال 1345 دو تن از دانشمندان سویسی به نام پیس اند لیورز در سال 1972 و سیچی شارپنتر که دقیق ترین بررسی ها را به روی این منطقه انجام داده اند. یک مقدار سامان و لوازم مسگری و مصنوعات دستی مسگران مشهور خلم را خرید نموده و به موزیم سویس انتقال دادند و از استادان دست اول دیار ما پنداشته می شوند. استادان ماهر این صنعت استاد عزت الله، استاد محمد شریف، استاد محمد رسول، استاد محمد سرور، آجی عبدالرحمن، استاد عبدالجبار، استاد نور محمد را می توان نام گرفت. هر کدام از این استادان صنعتکاری رشته مخصوص را تعقیب و مادام الهام در آن مصروف بودند. چنانچه مرحوم استاد عزت الله مدت تقریبا 65 سال عمر خود را
در ساختن آفتاب لگند اورگنجی و استا رسول در ساختن سماوار برنجی نیکولایی و استا سرور در ساختن دیگ میسی و چای جوش، استا نور محمد در نقاشی جام و لگند میسی مهارت داشتند. یکی دیگر از عرفه‌ها مشاغل باستانی مردمان خالم که در منطقه از شهرت خوبی برخوردار است، عرفه زرگری است. زرگران ماهر و چیره دست خالم طی سالهای متمادی در ساختن زیورات نفیسه از قبیل تومار طلا، لوله طلا، گوشواره طلا، گوشواره یاقوتی، سیغوسه و سیمروارید کسب شهرت نمودند و این زیورات در گذشته ها مورد پسند مردمان منطقه قرار داشت. در خالم و اماکن امجوار آن بازار فروش و تبادله آن رونق خوبی داشته است. در ساختن این زیورات انتیک استادان ورزیده و گلدست چون آجی غلام حیدر زرگر، فضل احمد زرگر، جمال زرگر، عظیم زرگر، آجی رعوف زرگر و بابا جان زرگر مهارت خاص داشتند. امروز اکثریت این زیورات به شکل ست مکمل که به عنوان زیورات انتیک در خارج تورید می گردد، محل وصف محصولات دستی زرگران سابقه خالم که خیلی ها کمیاب گردیده به عنوان زیورات انتیک در رقابت با مصنوعات ماشینی و بازارهای اروپا ارسال می گردد. امروز نیز استادان در این رشته چون آجی عبدالودود زرگر، غلام حضرت زرگر و آجی عبدالستار زرگر در ساختن گوشواره های یاقوتی، لاکت، دستبند و ناتی شهرت دارند. همچنان موازی با رشد و انکشاف سایر بخشای صنایع دستی در شهرستان خالم بنایی و معماری که از عرفه‌های با اهمیت و پر ارزش ماست، انکشاف مفید و مؤثر نموده است که نماد ظرافتکاری معماران خالم در بسیط آن شهر به گونه برجسته تبارز یافته است. مثلا عمارت خانقاها، تعمیر مدارس و مسجد ایدگاه از شاهکارهای و گلکاران با استعداد خالم است.